ایران یکی از کهن‌ترین کشورها و آمریکا یکی از جوان‌ترین. ایران در وسط نیمکره شرقی و آمریکا در وسط نیمکره غربی واقع شده است و حدود 12 ساعت فاصله زمانی دارند. دولت‌های این دو کشور در زمانی نزدیک‌ترین دوستان و در زمانی بزرگترین دشمن‌های یکدیگر بودند. در تاریخ معاصر جهان، داستان دوستی و دشمنی این دو کشور یکی از موضوعات پراهمیت جامعه جهانی بوده است که بر روی بسیاری از موارد بین‌المللی دیگر هم تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم داشته است. تا قبل از جنگ جهانی دوم، ایران و آمریکا رابطه دیپلماتیک رسمی نداشتند، ولی ما برای بررسی این رابطه دوستی و دشمنی به زمان شروع حیات آمریکا به عنوان یک کشور مستقل برمیگردیم و داستان را از آنجا آغاز می‌کنیم. زمانی که جورج واشنگتن به مقام اولین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد، آقا محمد خان هم قدرت مرکزی ایران را به دست گرفت و بنیاد سلسله قاجار را بنا نهاد. پس از آقا محمد خان، فتحعلی شاه از سال 1797 تا سال 1834 پادشاهی کرد که مصادف با دوران ریاست جمهوری جان ادامز، توماس جفرسون، جیمز مدیسون، جیمز مونرو، جان کوینسی ادامز و اندرو جکسون بود. پس از فتحعلی شاه، محمد شاه از سال 1834 تا سال 1848 بر تخت پادشاهی نشست که آن سالها مصادف بود با دوران رئیس جمهوری اندرو جکسون، مارتین ون بیرن، ویلیام هنری هریسون، جان تیلر و جیمز پارک. و سپس ناصرالدین شاه از سال 1848 تا سال 1896 سلطنت کرد. پادشاهی او با دوران ریاست جمهوری این رؤسای جمهوری آمریکا مصادف بود: زکری تیلر، میلارد فیلمور، فرانکلین پیرس، جیمز بیوکانن، ابراهام لینکن، اندرو جکسون، یولیس گرانت، راترفورد هیز، جیمز گارفیلد، چستر آرتور، گروور کلیولند، بنجامین هاریسون و ویلیام مکینی. اولین ایرانی که پا به خاک آمریکا گذاشت، میرزا محمد علی معروف به حاجی سیاه بود که در سال 1875 سیتیزن آمریکا شد. او چند بار هم با پرزیدنت وقت گرانت ملاقات کرده بود. او در سال 1877 دوباره به ایران بازگشت. اولین آمریکایی هایی که به ایران رفتند در زمان ناصرالدین شاه بود. آنها مبلغان مسیحی کلیسای پرسبیترین بودند که در ارتباط با آسوریان و ارامنه ایران فعالیت می کردند و به دنبال آن مدرسه مموریال تبریز را راه اندازی کردند. مظفرالدین شاه از سال 1897 تا سال 1907 در دوران ریاست جمهوری ویلیام مکینی و تئودور روزولت در ایران حکومت کرد. اولین واقعه تاریخی که ایران و آمریکا را به هم ارتباط داد در دوران انقلاب مشروطه ایران بود. هاورد باسکرویل، یک جوان 22 ساله آمریکایی که به تازگی از دانشکده تئولوژی و یا الهیات دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شده بود، راهی تبریز می شود تا در مدرسه مموریال آمریکایی آن شهر شروع به تدریس زبان انگلیسی کند. او با مشاهده نبرد بین نیروهای آزادی خواه و دولت مرکزی نتوانست نسبت به آن بی تفاوت بماند و علارغم اخطارهایی که از کنسولگری آمریکا که تازه در تبریز راه اندازی شده بود در مورد اینکه او نباید
در اختلافات درونی کشور میزبان طرفداری از گروه بخصوصی را بکند، باسکرویل فعالانه از آزادی خواهان طرفداری میکرد و حتی در نبردهای مسلحانه با نیروهای انقلابی همراه بود و سرانجام جان خود را در آن راه از دست داد. در تاریخ 19 اپریل 1909 روز نبرد نهایی بین مشروطه خواهان و نیروهای دولتی او اولین کسی بود که کشته شد. فردای آن روز تبریز مراسم تشییع جنازه هاوارد باسکرویل را به بهترین وجهی برگزار کرد و مردم تبریز تصویر او را بر روی یک قالی نفیس بافتند و همراه با تفنگ او برای مادرش در آمریکا فرستادند. بر روی تفنگ او این جمله حک شده بود: کشته شده در راه آزادی ما. پس از امضای فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس، نمایندگان برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و تخمین و تصویب بودجه در سال 1907 تصمیم به استخدام یک حسابرس از کشورهای غربی را گرفتند و پس از مباحثی مورگان شوستر آمریکایی را برای این کار کاندید کردند. ولی حضور او در تهران و دخالت او در امور اقتصادی خشم روسیه و انگلیس را برانگیخت. به یاد داشته باشیم روسیه و انگلیس در معاهده سنت پیترزبورگ برای نظم دادن به دخالت‌های خود در ایران آن را به دو نیمه شمالی و جنوبی بین خود تقسیم کرده بودند. شرایط کاری برای مورگان شوستر سخت شد. او کار خود را نیمه تمام رها کرد و به آمریکا بازگشت. ولی پس از پیروزی انقلاب مشروطه و عزل محمد علی میرزا، مجلس دوباره در سال 1911 از او خواست که به تهران بازگردد. ولی این بار هم به خاطر یک دست نبودن دولت و مسائل دیگر نتوانست برنامه‌های اقتصادی خود را عملی سازد. یکی دیگر از شهروندان آمریکایی که عاشق ایران بود و در قلب همه ایرانیان جا داشت، پروفسور آرتور پوپ بود. او پس از به دست آوردن مراتب والای تحصیلی از چند دانشگاه معروف آمریکا در رشته باستان شناسی در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت در سال 1925 برای تحقیقات باستان شناسی راهی ایران شد. او در شکلگیری افکار رضا شاه در مورد تاریخ ایران باستان سهم بسزایی داشت. پروفسور پوپ در سال 1927 نمایشگاه و کنگره ایران شناسی را در شهر فیلادلفیا در آمریکا سازماندهی کرد. او تمام عمر خود را در راه شناسایی هنر و تمدن ایرانیان در سراسر جهان سپری کرد. او در سال 1969 بر اثر سکته قلبی درگذشت و بنابر وصیت خود او در کرانه زاینده رود در اصفهان خاک سپاری شد. در شکلگیری رابطه هر کشوری با ایران در تاریخ معاصر، نفت نقش اصلی را بازی می کند. اولین کشوری که برای استخراج نفت وارد ایران شد انگلستان بود. ویلیام دارسی در سال 1901 با پرداخت 20,000 پوند به مظفرالدین شاه و پرداخت 16% از درآمد نفت، اجازه استخراج نفت را در سر تا سر ایران به جز استانهای استراباد، گیلان، مازندران، آذربایجان و کردستان را به دست آورد. مساحتی که ویلیام دارسی در آن قرار داد برای استخراج نفت به دست آورد بالغ بر 1,200,000 کیلومتر مربع بود.